درباره موضوع بیشتر صحبت می‌کنیم با سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس. آقای جوادی، شما این آمار رو چطور می‌بینید؟ به ویژه چطور می‌بینید که به نظر میرسه ثروتمندان هم به سیاق گذشته توانایی مالی ندارن، پایین اومده اون هم؟ سلام و درود بر شما و همه بیننده‌های عزیز. بله، دقیقاً همینطوره. ببینید، توی اقتصاد موقعی که ما می‌خوایم به پرسش‌های اینچنینی جواب بدیم، به دلیل اینکه پارامترهای زیادی تو اقتصاد وجود داره و این پارامترها خیلی با همدیگه رابطه تنگ و تنگی دارن، ما معمولا به فاکتورهای متعددی نگاه میکنیم که تصویر دقیق تری رو داشته باشیم. حالا همونجور که شما فرمودیم، دو تعبیر راست این قضیه وجود داره. یکی اینه که وضع معیشت مردم تو دهک‌های پایین بهتر شده یا نه، به طور برعکس وضعیت معیشت مردم تو دهک بالا برعکس شده. برای اینکه جواب بتونیم ببینیم، من یه سری آمار خدمتتون عرض میکنم، اون وقت قضاوت رو میذاریم به عهده بیننده های عزیز. برای اینکه این کسب، این نسبتی که شما گفتیم بهتر بشه، خب باید اقتصاد توسعه پیدا بکنه، باید رشد اقتصادی داشته باشیم. آمار نشون میده که خط فقر 50% رشد داشته، به نسبت سال 99 دو برابر شده. توی اقلام خوراکی ما تورم 70% داریم، رتبه 4 رو داریم تو دنیا. از نظر رشد اقتصادی یا ما صفر بوده یا منفی بوده. شما به سرانه مصرف کالری وقتی که نگاه میکنید تو مملکت، توی 10 سال گذشته یک روند نزولی داشته به صورت مستمر. از سال 96 به اون سو بیشتر از 50% مردم میزان کالریشون زیر 2100 کیلو کالری در روزه و این عددیه که توصیه شد در دنیا. اگه ما با استاندارد بانک جهانی بریم جلو که 1900 کیلو کالری رو به عنوان استانداردشون میذارن، اون وقت 45% مردم ایران فقر غذایی دارن. آمار رسمی خود مملکت نشون میده که سرانه مصرف شیر تو 10 سال گذشته نصف شده. عین همین داستان در رابطه با گوشت وجود داره. ما تو برنامه شما بودیم چند ماه گذشته در رابطه با شاخص فلاکت، ما از آخر رتبه 8 رو داریم. میزان خودکشی تو مملکت 40% تو 10 سال گذشته افزایش پیدا کرده. تو 5 سال قبل دزدی و سرقت آمارش 4 برابر شده. افسردگی 2 برابر شده. آماراشون نشون میده یه چیزی بین 50-68% مردم درگیر افسردگی هست. خب وقتی که شما تمام اینا رو میذارین کنار همدیگه، واقعا نمیشه قانع شد که اون سناریویی که میگه وضع معیشت مردم تو دهکای پایین داره بهتر میشه دلیل افت این نسبته. واقعا اتفاقی که داره میفته اینه که کل اقتصاد در حال یک روند نزولیه و این فشار داره تحمیل میشه حتی طبقه مرفه جامعه و ما داریم شاهدیم این که این کسر یکم کمپاین اومده. سپاسگزارم از توضیحات شما. این رو هم بگم که اتفاقا خبر بعدی که بهش میپردازیم مربوط به افزایش افسردگی در ایران خواهد بود. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس با ما.